ما انسان ها در دو حالت است که تغییر میکنیم. یکی حالت اولی است که ما یک چیز یا کار خیلی علاقه داریم که او هدف یا او چیز خلق کنیم، به دست بیاریم. او زمان است که تغییر میکنیم، زندگی خود بهتر میکنیم، روابط خود بهتر میکنیم، ارتباطات خوب میکنیم. و یک دیگه ای است که ما یک زمانی که خیلی مجبور میشیم، یک شرایط یا یک وضعیت سخت سری از ما میاره که ما دیگه طاقت و توان از اون رو نداریم که او زندگی یا او مدل ادامه بدیم، چی از نظر مالی باشه، در یک جای بد قرار میگیرین، قرضدار میشین، مشکلات میایه، یا چی از نظر روابط است که مثلا روابطی بسیار خوب پیش نمیره، مشکلات میفته، جنجال میشه، بسیار در یک مشقتی قرار میگیرین و بعد از او است که تغییر میکنین. انسان ها معمولا همیشه این دو حالت است که ما را تغییر میده. اما انسان های هوشیار و زیرک او انسان هایی است که در او قسمت اول یا در او مدل اول تغییر میکنه، که یک هدف خودش مثلا انتخاب میکنه، یک کار را که علاقه داره یا میبینه رابطش خوب نیسته، وضعیت مالیشون خوب نیه، یا جرأت و اعتماد به نفسشون که میبینه در جمع میره، زیر تاثیر میره پیش مردم، مثلا گپ خود گفته نمیتونه. اوی انسان ها بجای که بگذاره و قدر شرایط سرشان سخت شوه که مثلا از مجبوری دست به تغییر بزنه، انسان های باهوش از اون زمان که به مازی مشکلات میبینه، او وقت است که هدف تعیین میکنه که ما باید اینی قدر از ودی مالی تغییر کنم، یا از نظر ارتباطی باید خوب شوم، از نظر جرأت و اعتماد به نفس خوب شوم. خیلی از انسان های دیگه ای هم است که مثلا یک مشکلی در زندگیش است، چی از وضعیت مالی است، چی از نظر شخصیتی است، از نظر ارتباطی است، مثلا در جمع زیر تاثیر میره، خیلی مشکلات و این چنچنونی است، ولی اونا اون مشکل نادیده میگیرن دیگه، زندگی خود ادامه میده، همین رقم پیش میره پیش میره، که تا جایی مثلا یا ازدواج میکنه بسیار روابطشان بد میشه، یا مثلا از یک جای در یک جای دیگه میره که حق خود گرفته نمیتونه، از جمع زیر تاثیر میره، گپ خود گفته نمیتونه، و او وقت مجبور میشه که مثلا دست به تغییر بزنه. و پیش از این که مشکلات سرتان بیاد، پیش از این که مثلا روابطتان خراب شه، وضعیت مالیتان مثلا ناجالب شه، شما او وقت است که هدفهای خود انتخاب کنین، پیش از او دست به کار شوین و پیش از او مشکلات حل کنین، بریم به طرف خواسته خود، که بهترین نحوی تغییر است که آدم هم انگیزه داری، هم خوشحال پیش میری، زودتر پیش میری. ولی اون مدل دیگه ای تغییر که مثلا مشکلات بیش از حد زیاد میشه، وضعیت مالی بسیار بد میشه، یا ارتباطات ما بسیار جرأت و اعتماد به نفس ما تنگ میشه، که مثلا ارتباطات ما بد میشه، که ما مجبور میشیم. ما از گذشته خود در یاد دارم که ما یک زمان بودم و ایر در یک ویدیو دیگه هم گفتم که مثلا ما یک وقت خانه یکی از قومای بسیار نزدیک خود رفتم که مثلا بغل کشی و روی ما رو بوس کو که کجا بودی و بچه ما و فلان و ای. ولی ما اوقدر او وقت جرأت و اعتماد به نفسیم ضعیف بود و قدر مثلا از نظر شخصیتی پایین بودم که ما هیچ خود آرام احساس نمیکردم. یک شب ما در اونجی ماندم، یک شبش اندازه یک سال سرم تیر شد. اگر خودید یک آدمی هستی که مثلا از مسائل ارتباطی و جرأت و همی چیزا رنج میبری، خود دیگه به مرا درک میکنی که چقدر سخت است وقتی که آدم مثلا رابطه آدم خوب نیه، جرأت آدم خوب نیه، چقدر آدم زیر تاثیر میری. و ما اون زمان بود که ما بسیار این زندگی سر از ما تنگ شده بود که ما دست به تغییر زدم. یه زی نبود که ما واقعا یک انسان خیلی آگاه باشم که از آگاهی انتخاب کنم که تغییر کنم، پیشرفت کنم. نه، مشکلات قدر سرم زیاد شده بود که ما از مجبوری، چون ما با یک دوستی اندیوال ساده اندازه همسین سال ما راحت گپ زده نمیتونستم، با چشمشون نگاه نمیتونستم، بسیار زندگی سرم سخت شده بودن. و اگر خودید یک کسی هست که این ویدیو رو تماشا میکنی، ما برای توصیه میکنی که هر کسی که هستی اگر این رسایی میکنی به این معنا که چیزهایی در زندگی تو هست، شرایطهایی در زندگی تو هست که از او راضی نیستی، پس میخوایی که زندگی خود یا نحوه مدل زندگی خود، رفتار خود متفاوت بکنی یا یک زندگی بهتری داشته باشی، ما برای توصیه میکنیم که یک کاغذ و قلم بگیر و بنویس مثلا سه تا از مشکلات اصلی خوده. هر انسان مشکلات در زندگی خود داره. مثلا فکر کن که وضعیت مالی تو خیلی مال خراب است، یا وضعیت جسمی و روحی و شخصیتی تو یا خیلی زیر تاثیر میری، هر چیزی که است، یا وضعیت صحی بدنی تو مثلا خیلی خراب است، یا آدم بسیار چاق شده، یا مثلا یک
بالاخره یک مشکلاتی داری، هر چیزی که هست نمامون سه تا مشکل اصلی خود بنویس و مهمترین از اونا که فکر میکنی که در تای 5 سال بعد 10 سال بعد تاثیر عمیق در زندگی تو داره، او باید هدف اصلی تو باشه که او را خلق کنی و او را به دست بیاری. و وقتی که ما هدف واضح برای خود داریم، او وقت است که ما شروع کنیم. ما مثلا فکر میکنیم که در ظرف وقت هدف گذاری میکنیم، در یک سال شش ماه ما خیلی هدف های کلان کلان میلیم که به دست بیاریم. یعنی در یک سال ما بیش از حد هدف انتخاب میکنیم، اما در تای 5 سال، 3 سال، 4 سال ما در نظر نداریم که ما میتونیم چقدر کارا رو کنیم. یک انسانی شویم که 180 درجه روابط ما، ارتباطات ما، شخصیت ما با گذشته ما فرق کنه. پس زمان مگذره، وقت مگذره، بهترین شرایط یا بهترین زمان امی زمانی است و بهترین مکان تغییر، بهترین شرایط تغییر اونمو جایی است که تو در اونمو جا قرار داری. چی در مثلا در هر کشوری که است، کشوری جهان سوم استی، جهان اول استی، وضعیت مالی خوب استی، وضعیت مالی بد استی، بهترین شرایط، بهترین مکان، بهترین جای برای تغییر است، هم از نظر مالی و هم از نظر جرأت و اعتماد به نفس. ما بیشتر خودیم در تمام مثلا ویدیوها و هدف ما میگه که ما او گذشته سخت و مشکلات داره که ما داشتم، ما میخواییم که اون هم نوا یا او انسان های همسین سال از ما او مشکلات تجربه نکنه، بیتونه از تجربیاتی از ما، از این چیزهایی که ما مثلا در تای سالها مختم از اینا استفاده کنه و بیتونه به امود طریقی آسانتر بیتونه مثلا با مشکل کم جرعتی و کم اعتمادی به نفسی مثلا غلبه کنه. و همچنان این دقیقا صدق میکنه به وضعیت مالی ما. میچون وقتی که ما شخصیت خود میسازیم، قدرتمندی رو به خود میسازیم، توانایی رو به خود میسازیم، به این معنا که ما آماده میشیم که زندگی خود از نظر مالی مون رقم تغییر بدیم. وقتی که شخصیتی آماده میشه، تو یک شخصیت عالی قدرتمند داری، ارتباطات عالی برقرار میکنی، با جرأت گپ میزنی، حق خود نمیگذاری کسی حق تو رو بخوره یا حق تو رو بگیره، او وقت تو را هم هر شرکتی که بری سری کار میگره، هم هر کسی دوست داره امراج مشارکت کار کنه و هم هر کسی دوست داره قدید اندوال و رفیق شو، پس تو چرا نمیتونی از وضعیت مالی تو میتونی بسیار پیشرفت کنی وقتی که تو این وجود خود میسازی، این شخصیت خود میسازی. و او سه تا مشکلی که شما لیست کردین، یک از اونا رو انتخاب کنین و سالانه قدم به قدم مثلا در تای هر ماه یک چک کنین، ببینین که چقدر در این مسئله پیشرفت کردین، در کجا رسیدین، باید چقدر دیگه کار کنین، کتاب در بارش بخونین، مقاله در بارش سعی کنین، ویدیو در بارش سعی کنین. اینی هم که شما مثلا کلی وقت خود در باره ازی بگذارین. شما اگر درس میخونین، مکتب هستین، کار دارین، هر مصروفیتی که دارین، شما 24 ساعت در هر روز وقت دارین. در زی 24 ساعت زیادشه نه، در روز نیم ساعت یا یک ساعت خود اگر بگذاری به ویدیوی مفید سعی کردن، به یادداشت کردن، به هدف تعیین کردن، به دنبال کردن از کارهای در روز نیم ساعت، یک ساعت، در تا یک سال اگر تو ادامه بدی، میبینی کاملا مثلا یک انسان متفاوتی شده از سال گذشته خود. و همچنان هرچقدر که پیشرفت میری، مثل ازی است که ما انگلیسی میگه مومنتوم، وقتی هرچقدر که شما پیشرفت میکنین، اموقدر مثلا توانایی تغییر و توانایی مثلا بهتر کردن مالی و بهتر کردن ارتباطات بیشتر میشه در شما. در صد زیادی آدم ها یا کسایی که مثلا دیگه خود طلاق میگره و جدا میشه، یک مشکل اصلی از اونا ای است که مثلا یا وزنشان زیاده، یا از نظر مالی خوب نیسته، یا جرأت و اعتماد به نفس خوبی نداره. اونا همیشه به جای از اینکه بشینه بگه ما چی هدف دارم، چی خواسته دارم، ما باید تغییر کنم، بهتر شم، به جای از او کار همیشه در ذهن خود رقم فکر میکنه که اینی نفر است که من نمیتونم تغییر کنم. مثلا اینی کسی که ما قدش ازدواج کردیم یا در زندگی می هسته، مثلا این باعث میشه که ما نتونم. دقیقا نمیفهم چطور، اما تو یک فکر در ذهنش میه و در ذهنش میرسه که بهترین راه حل یک که ما از این نفر جدا شوم یا در یک کشور نباشم، اگر وضعیت مالیشون بده میگه ما از این کشور در جای دیگه برم خوب شوم، اگر وضعیت ارتباطی و روحی و جسمی و مالیشون خرابه، اگر در داخل ازدواج هستم میگه ما اگر طلاق بگیرم جدا شوم خوب میشم. ولی هیچ کدام از این یعنی خیلی از آدم هاست که از این کشور های جهان سوم مثلا ما در کشور های جهان اول و یک کشور ها، ولی هنوز میبینی که از نظر مالی دمی هیچ جایی نرسیده. پس انسان های هم هست که در او کشورهای جهان سیوم بسیار مثلا با پولدارتر و ثروتمندتر از انسان هایی هست که در از درصد زیاد از کشورهای جهان اول هستن.
پس بهترین شرایط تغییر است که آگاهانه بخواید و دنبال تغییر بشین. و او آدمایی که مثلا فکر میکنه که مثلا ما اینی آدم است من نمیتونم میره که ما طلاق میگیره خوشتند اینی کشورا اندک مثلا روابط مالیشون خراب را با یا روحی و جسمیشون یک چیزی است، یک دیگه خود مقصر میدونه. او وقت طلاق میگیره بعد از اون میره مشکلات سر زیاد میشه و بسیار گرفتاری ها میشه و میره تغییر میکنه و شرایط زندگی خود خوب میکنه، ارتباطات خوب میکنه. باز که چی شد میگه والا ما از روزی که ما از فلان نفر جدا شدم یا طلاق گرفتم فلان کدوم وقت است که ما تغییر کدوم. ولی اینقدر فکر نمیکنه که راستی در اون زمانی که ما یک جای بودیم هیچ تکانی برای خود نمیدادیم که دنبال یک تغییر و یک پیشرفتی بریم. و شما هم در هر جایی که هستین از این باید درس بگیری آدم که در هر جایی که هستی تنبلی و وقت گذراندن به شبکه های اجتماعی و نمیفهمم دنبال فلانی در فلان تیک تاک تا بالا گشتن و این چیزها را از زندگی خود دور کنین. و درسته یک وقت تفریح هم داشته باشه آدم، وقت خوشگذرانی و صفات اجتماعی و تا بالا هم بکنین، ولی در حد مثلا یک نیم ساعت، ده پانزده دقیقه، بیست دقیقه، نه اینکه تمام روز و شام خود از سر کار میای، درس میای، بیرونی بیکار هر چیزی که هستی میای کل فراغت خود در صفات اجتماعی تیر میکنی، در اینجا کامنت بدی فلان نفر در بزنی چیزی بگو، اونا خوبه اونا ولی اگه میخوای زندگی خود یک زندگی متفاوت تر کنی از نظر ارتباطات، از نظر جرأت و اعتماد به نفس، تو باید بری در جمعه شرکت کنی، کتابای را باید بخونی، ویدیوهای را باید سعی کنی، با جمعه یا با چیزهای آنلاین شرکت کنی که تو را یاد بده که چطور ارتباط برقرار کنی، چطور مثلا از روحیات درون خود آگاه شوی، از حس احساسات خود آگاه شوی. ما زمانی که مثلا در کتاب خواندن شروع کردم تقریبا یعنی شاید در 12 سال 15 سال پیش باشه، از اون زمان ما که متحد شدم، من نوشته کردم که من متحد هستم با یادگاری و تغییر، گرچه او تهودم نبود، من از مجبوری و از یک بسیار یک جرأت و اعتماد به نفس پایین و کمی ضعیفی داشتم مجبور بودم. من از اون زمان که دادم بال یادگیری برآمدیم تا امروز من فکر نمیکنم که مثلا هفته باشه یا روزی باشه چند وقتی باشه که من هیچ موردی مفیدی درباره شخصیت سازی و ارتباط و جرأت و اعتماد به نفس یا نخونم یا گوش نکنم یا سعی نکنم یا دنبال نکنم یا انجام ندیم. این یک چیزی است که شخصیت سازی، تانمان سازی یک چیزی است که شما باید ایرا روزی زندگی خود بکنید. زمانی ما مثلا ما چیز میشیم، موفق میشیم که اینی کارا عضوی از زندگی ما شود. و همطور که ما در ویدیوی قبلی هم گفتم که ما یک چیز دارم، دو تا هدف دارم که انشالله تا همین سال مثلا تا آخر سال میلادی، آخر سال میلادی اینا در می ماه اجرا میشه. یکیشی است که ما مثلا یک پروگرام یا چیزی کوتاه را آماده میکنیم که او خیلی از کسا یا خیلی از دوستایی که مثلا پروگرام سی روزی جرأت و اعتماد به نفس گرفتن گفتن یک مرحلات از این بر از ما پیش رفته است، ما وقت میریم تمرین انجام نمیداده نمیتونیم جرأت ما نمیشه که ما مثلا یک کسی بگیم ما را مثلا این رقم اینقدر پیسه بدی یا به کسی این چیزی گفته نمیتونیم یا با چشم کس این رقم سعی نمیتونیم، یک کمی بر از ما خیلی سختی میکنه. و ما متوجه شدیم که راست میگه، ما زمانی که شروع کردیم بسیار از طبقات صفری اول از احساسات درونی خود آشنا شدیم، ای که ما چرا مثلا بعضی وقتا ناراحت میشیم دلیلش چیه، چرا خیلی وقتایی که ما حسی تنهایی میکنم مثلا چطور است. و زمانی آدم مثلا ساختمش که اول با حس و درون خود آشنا شد و بعد از به او کار. و ما این دوره کوتاه این پروگرام خود آمده میکنیم که در این پروگرام شما یاد میگیرین که چطور با حس و روحیات و درون خود آشنا شوین و بعد از او شروع کنین پروگرام سی روزی جرأت و اعتماد به نفس که بتونین برین. مثلا پروگرام سی روزی جرأت و اعتماد به نفس تقریبا از روز هفتم یا هشتم به بعدش همه اش تمرینات عملی داره که میرین بیرون با مردم روبرو انجام میدین. و با خیلی کسایی که مثلا چیز است ابتدایی تر است او سختی میکردن، ولی خوب شد یک فیدبک یا چیزی شد که ما او پروگرام کوچیک را آماده کنیم که او بتونه مثلا مکمل کننده یا پله اولی باشه برای پروگرام سی روزی جرأت و اعتماد به نفس. و هدف دومیشی است که ما یک مسترمان یا یک همفکری یا یک سرکل یا یک دوره رو برگزار میکنیم که او آنلاین برگزار میشه. ما یک دفعه در اونجا مثلا زنده میاییم و ما تمام تجربیات خود با شما در میان میگذارم. ما از شما میپرسم که مثلا مشکل خود چیه یا هدف در زندگی چیه، از نظر ارتباطی است، مالی، شخصیتی،
و اینا را ما روز به روز در هر ماه مثلا ما اونا براتون نشان میدیم که شما باید چی کنین چی نکنین که بتونین هدفهای خود دانه دانه دنبال کنین. و وقتی که آدم در یک رقم یک حلقه است که مثلا دیگه انسان ها هم به دنبال مثلا تغییر زندگی خود است، در باره تغییر شخصیتی خود است، در باره تغییر مالی خود است، او وقت است که آدم انگیزه میده. آدم وقتی میگه وقت یک مثال قدیمی است که میگه اگر کنار دیگ بشینی سیاه میشی یا دیگ میشی، اگر کنار ماه بشینی ماه میشینی. دقیقا هم یک مثالی بسیار درست واجایه. اگر شما هم دوالا یا رفیقا یا جایی هستین که همیشه انسان هایی هست که مردم دو میزنه در صفات اجتماعی چیزایی هلی که میگه وقت خود با لایف های دو زدن کی و کی تیر میکنه، بفهم که تو نتیجه زندگی تو، نتیجه شخصیت تو یک از اون اونا میشه. ولی اگر تو آگاهانه هدف داشته باشی و بخوای خود، نیاز نیست که یک دفعی از همه دور شی، نه قدم به قدم قدر به تو راستا زندگی تو ورق زده میشه. اگر بخوای قشنگ پیش میری که یک زمانی میبینی که تو 180 درجه از نظر ارتباطی و مالی و شخصیتی تغییر کردی. و در این حلقه ما در این طور حلقه وقتی که شرکت میکنی تو از یک ایده میگیری، از دیگه مثلا انگیزه میگیری، در یک ماینسیتی هسته، یک انرژی هسته که او خود به خود تو را همیشه انگیزه میده که تو پیشرفت کنی، هدفهای خود را خلق کنی. ولی وقتی که تنها هستی تو مثلا اگر جرأتت کمه، اعتماد به نفست کمه، شاید احساس میکنی که مثلا من چیزی هستم، یعنی احساس تنهایی میکنی، احساس میکنی که مثلا نمیشه، چطور خجالت میکشی. ولی وقتی که در یک حلقه یک مونسی یک سرکلی هستی، او وقت احساس میکنی که یک جمع ایده پشتی تسته دیدی که مثلا چور خیلی ها که مثلا اگر مثلا بیره در یک جای بیره در یک فرض که یک رستوران باشه یا یک جای باشه، اگر بری هیچ کسی نیه، تو هم دوست ندار یا هیچ انسان دیگه دوست ندار برو اونجا بشینه غذا بخوره. ولی جایی که شلوغ هسته همگی دوست دارد اونجا برو. چرا؟ که ما وقتی که دیگه انسان هاست احساس تنهایی نمی کنیم و احساس میکنیم که همگی هم اینجا هستن، حتی اگر جایش بد باشه، حتی اگر بهترین جای بهترین رستوران هم اگر باشه کس نباشه، هیچ کس نره اونجا، تو هم نمیری، اگر هم تنهایی احساس حسی بد میکنی. و در شخصیت سازی، در جرأت سازی، پیشبرد شخصیت، پیشبرد توانمند سازی خودتون عین چیز است. با تنهایی بسیار انگیزه و بسیار مثلا پشتکار تلاش میخواد که شما بتون خود تغییر بدین. ولی وقت که در یک جمع یک سرکلی شرکت میکنیم که هر ما ماده اونجا زنده میاییم، یعنی لایف میاییم و از شما مشکلاتتون رو میپرسیم، براتون راهنمایی میکنیم و همچون دیگرها ایده و نظر میدیه، این بسیار ما را انگیزه میده که تا ماهی بعدی ما هدفایی که دهی ما تعیین میکنیم، تا ماهی بعدی هدفای خود به انجام برسانیم و در ماهی بعدی هدف جدید، قدم جدید، مرحله بعدی رو بریم دنبال کنیم. و وقت که ما تنها باشیم اگر هدف هم بگذاریم، بعد از یک دو سه روزی دلزده میشیم، میگیم چی میشه چی نمیشه دیگه، شاید یک هفته یک مار دنبال کنیم، ماهی بعدیش از یاد تون میره. ولی وقتی که یک این چون سرکل یک این تو حلقه هست، او وقت شما مثلا خود به خودم انگیزه داریم که من مثلا در اونجا میرم، باید ما هدفهای خود انجام دادیم، بخاطر که دیگران جواب پس بدی مجبور میشین که هدفها را انجام بدین. و این همو رقم برایتان هم یک انرژی، یک حالت مثبتی است که شما از شوق میخواین که پیشرفت کنین، تغییر کنین، زندگی خود تغییر بدین، ارتباطات خود تغییر بدین، دیگه زیر تاثیر نرین، پیش روی جمع یا پیش روی دیگران مثلا خجالت نکشین. امی شرم یا خجالتی یک چیزی است که ما این بسیار تجربه کردیم، 25 خودش نرم کردیم، که یک چیزی است که ما باید هر قسمی که شده ما باید را حل کنیم. و او دوره ما می قسم است که رایگان نیست، به این خاطرم که گفتم چیزهای رایگان یا پروگرام های رایگان هیچ طرفدار ندار و هیچ کس علاقمند انجام دادن نیه. ما با او یک هزینه کم را سر از او گذاشتیم که شما باید اگر علاقمند تغییر هستین، این یک سرمایه گذاریه که شما روی پیش برد و شخصیت سازی خود انجام میدین. و او سرمایه گذاری در طی سالها، در طی مدتهای دیگه چندین برابر بهتون پس میاد. و ما توصیه میکنیم که حتما در شرکت کنیم که این دوره، البته این دوره را حالی ما تصمیم داریم که شروع کنیم، مثلا دمی زودی ها شروع کنیم تا آخر از این سال باشه که مثلا دو سه ماه چهار ماهی میشه یا پنج ماه، تقریبا دوره سه چهار ماه پنج ماه هست. و بعد از اونش باز اگر همه چیز مرتب بود، باز وقت تصمیم میگیریم که سال نو هم پیش بریم یا نریم. برای فعلا یک دوره سه چهار ماهی که ما یک دفعه ما
اونجی پخش زنده یا لایف میایم یک سرکل را مثلا شکل میدیم که اون سرکل پور از انسانایی باشه و انسانایی باشه که علاقمند تغییر باشه و اونجی هر کس هم ما نمیپذیریم که یک کس مثلا در نیمی لایف بیاید دیگه خودت اگر علاقمند از این مورد هستی میتونی مثلا صفحه فیسبوک یا صفحه بیشتر از صفحه فیسبوک ما اینستاگرام هم دارم ولی از صفحه فیسبوک ما میتونی از اینجی بری مستقیم پیام بدی برای از ما و ما بعض سوالات بعض چیزها را شما میکنیم اگر شما وجود شرایط از اون برنامه از اون پروگرام بودین ما شما را در اونجا را میدیم در اون پروگرام ما زیاد کسا را نه تقریبا بیش از 7 نفر اونجا جایی نیست فقط 7 نفر ما در اون دوره جایی میدیم که از اون بیشترشون شلوغ میشه و سوال ها انجام داد نمیشه هر کس نمیشه 7 نفر فقط 7 نفر است اولین انسان هایی که مثلا پیام بده وجه شرایط بود در اونجا پذیرفته میشه و بعد از اینش بسته میشه بعد از اون ببینیم که در سال نو چی میتونه اگر ویدیو رو تا آخر تماشا کردین تشکری میکنم تا ویدیوهای بعدی شما رو به خداوند میسپارم موفق و همگار باشین.